بینندگان محترمتون. آقای دکتر، بحث سپاه قدس یا نیروی قدس سپاه پاسداران که پیش میاد، آدم همه ذهنش متمرکز میشه روی عراق و سوریه و یه مقداری هم لبنان، اما آیا ابعاد حضور نیروی قدس سپاه پاسداران به همین کشورها محدود میشه؟ خیر قربان، ابعاد گسترده تری داره، بسیار گسترده تر. امروز وقتی که صحبت از سپاه قدس میشه، همگان میرن روی آقای سلیمانی یا اخیراً آقای همدانی که در سوریه کشته شد، ولی واقعا هر چیزی که در مورد دخالت نظامی ها به خصوص بنیاد تعاون ناجا یا قرارگاه خاتم الانبیا یا بتاجا بنیان تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران شنیده بودید، فراموش کنید. وقتی که صحبت از سپاه قدس میاد، ابعاد ماجرا فساد در زمینه اقتصاد و فسادهای فرهنگی و اصلا یک داستان دیگه هست. ببینید، سپاه قدس در زمان جنگ ایران و عراق شکل گرفت، از همون اوایل دهه 60 این شکل گرفت، ولی بعد از جنگ یعنی هیچ توجیهی برای وجود سپاه قدس برای فعالیت برون مرزی نبود. این هم خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی هست و هم خلاف اساسنامه خود سپاهه. اما اصلی ترین نیرویی که ولایت فقیه و جمهوری اسلامی به کار گرفت همین نیروی قدس هست که با فجایعی که اینها به وجود آوردند در منطقه و در جهان واقعا بی‌نظیر هست. ببینید، امروز نام سپاه قدس با انواع ترور، آدمکشی و مواد مخدر در جهان گره خورده. یعنی کل مواد مخدری که از طریق ایران که یکی از عمده ترین صادر کنندگان و پخش کنندگان مواد مخدر در جهان هست، توسط سپاه قدس انجام میشه. یعنی شما میفرمایید که نیروهای سپاه قدس، نیروی قدس سپاه پاسداران به صورت سازمان یافته در ترانزیت مواد مخدر و پخش اون در کشورهای دیگر، در قاعدتا غرب احتمالاً باید باشه دیگه، چون ترانزیتش از شرق ایران به سمت کشورهایی که در غرب ایران حضور دارن، نقش عمده دارن؟ 100% همینطور هست. ببینید، عرض کنم خدمتون آقای دکتر آقازمانی، زمانی که سپاه قدس وارد عرصه شد بعد از جنگ، وقتی که آقای سلیمانی به فرمانده سپاه قدس انتخاب شد در سال 76، این آدم به خاطر سوابقی که داشت به خصوص بعد از جنگ رفت به منطقه به اصطلاح شرق ایران، درگیر شد با عناصری در افغانستان که اونا میخواستن رأساً مواد مخدر رد بکنن و اونجا بالاخره یک تجربه به دست آورد و خودش با این گروه ها پیوند خورد و دست به قاچاق مواد مخدر زد و کم کم تمام گروه ها رو گذاشت کنار و خودش رأساً دست به این کار زد و توسط عناصر دیگه که حالا عرض خواهم کردیم، مثل آقای مرتضی رضایی، سردار بدون تصویر سپاه، کارهایی که اینا کردند، امروز تمام مواد مخدری 70% خشخاش جهان در افغانستان تولید میشه و کل این خشخاش در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار میگیره و سپاه قدس تبدیل به هروئین، مورفین و بعد شیشه. به خصوص امروز میدونیم که ایران یکی از بهترین و مرغوب ترین صادر کنندگان، بهترین نوع شیشه در جهان رو جمهوری اسلامی امروز تولید میکنه و صادر میکنه. آقای دکتر، یعنی شما میگید این یه صنعت بومی شده در ایرانه که در واقع به وسیله مقامات سپاه پاسداران اداره میشه؟ یعنی این اتهام خیلی بزرگی است به یک دستگاه نظامی. حتی اگر از منظر یک مخالف این بحث رو مطرح میکنیم، این اتهام بسیار وحشتناک و بزرگی است که میتونه بسیاری از این افراد رو به جرم جنایت علیه بشریت در دادگاه های بین المللی مورد محاکمه قرار بده. 100% همینطور خواهد بود. آقای دکتر آوازم، ببینید، اینها اتهام نیست، اینها چیزهایی هست که ثابت شده است. اینها همه رو من عرض میکنم، همه اینها اثبات شده است. یعنی مدارکی برای هر کدوم از این گفته ها؟ ببخشید که من صحبت شما رو قطع میکنم، ولی میخوام بینندگان خوبمونم مستدل برای هم باشن. تمام این مواردی که شما میفرمایید مواردی سای دکتر که اسناد تایید شده ای که مورد تایید مجامع بین المللی در موردش وجود داره؟ بله، 100%. ببینید، اولا که آقای سلیمانی رو خودش رو جزء لیست تحریم ها گذاشتن و خیلی از سران سپاه قدس و کلا سپاه پاسداران رو. اما حالا عرض میکنم، ببینید، در 28 آبان ماه سال 89 دولت نیجریه رسما اعلام کرد که 130 کیلو هروئین رو از محموله‌ای که طرف ایران وارد کشور نیجریه شده گرفتن. مقصد نهایی کجا بود؟ به اروپا.
اینا نیروی 13 تا کانتینر علاوه بر این سلاح‌های غیرقانونی هم که از ایران اومده بود گرفتن. این خبر وقتی منتشر شد، آقای متکی وزیر امور خارجه ایران بود اون زمان، رفت به نیجریه سفر کرد، بلافاصله رسما گفتن که این سوء تفاهم زیر بار ایران نرفت، ولی همون زمان اعلام کردند که سپاه قدس این کارو کرده. کسانی هم که این کارو کرده بودن، یک سردار سپاه عظیم آقاجانی بود و دیگری سید احمد طرحمصبی، که هر دوی اینها شناخته شدن، ولی آقای متکی رفت اونجا سرتای قضیه رو هم آورد. در سال 2011 شبکه NTV ترکیه گزارش داد که یک شبکه 25 نفره از سپاه از قاچاقچی‌ها رو گرفتن که 8 نفرش رسما کارمندان سفارت جمهوری اسلامی در آذربایجان بودن. 8 نفر از اینها. موضوع بالا گرفت. خب میدونید که سپاه قدس در تمام سفارتخانه در کشورهای دنیا، سفارتخانه جمهوری اسلامی مأمورهای رسمی داره به عنوان دیپلمات، ولی اینا دیپلمات نیستن، اینا مأمور افسران عالی رتبه سپاه قدس هستن. 8 نفر از اینها کارمندای سپاه قدس بودن که در سفارت ایران بودن، آذربایجان گرفت و گفت در باکو گرفت. ایران پیام داد که ما اینا رو میگیریم، ما نمیدونستیم اینا خودسر بودن، به ما بدید حکم اعدام، اینا هم صادر شده نه اعدام میکنیم. اینها رو برگردوندن به ایران، یک سال بعد دوباره اینها به همین جرم در باکو دستگیر شدن و اعلام شد که خب مشخص شد که اینجا دیگه رسما به اصطلاح کار ایران هست. بعد آژانس خبری سبوت، آژانس رسمی خبری در افغانستان در سال 2011 گزارش داد که سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان در 2001 8000 هکتار بود وقتی طالبان سقوط کرد، در سال 2010 رسیده بود به 123000 هکتار، در حالی که توزیع مواد مخدر در افغانستان حدود 70% کم شده بود. پس معلوم بود که اینا صادر میشه. خب شما تصور کنید سطح کشت وقتی از 8000 به 123000 میرسه، اینها مشخصه که یک خریدار عمده ای وارد بازار شده، خریدار عمده که صرفا یک دولت میتونه باشه با یک سرمایه عظیم، و الا عناصر خرده‌پا که نمیتونن بیان این همه سطح کشت خشخاش از 8000 هکتار به 123000 هکتار برسونن. توجه داشته باشید که ایران، جمهوری اسلامی ایران، از بند از ناحیه تاسوکی تا بندر شغالی رو کلن دیوار کشیده و خندق گذاشته، یعنی هیچ کس نمیتونه رد بشه. فقط منافذ معینی هست که نیروهای سپاه مشخصا از اونجاها مواد رو رد میکنن، وارد ایران میکنن خشخاش رو، تبدیل میکنن به مورفین و هروئین و شیشه و انواع مواد مخدر و صادر میکنن. خیلی شاید فکر کنن که ایران چرا لبنان رو میخواد، ایران چرا سوریه رو میخواد، شاید مثلا به خاطر فقط اسرائیل. این یه بخشی از ماجراست. قسمت اصلی ماجرا اینه که لبنان به واسطه وجود حزب الله، که میدونید بازوی اصلی صادرات مواد مخدر توسط سپاه قدس حزب الله لبنان هست، ید طولایی در این کار داره، بعضی از عناصر سازمان حماس هستن که اونا کناره‌گیری کردن چون نمیتونن این کار رو انجام بدن، ولی دامنه فعالیت اینها به ونزوئلا، نیکاراگوا میرسه و بعد کاری که اینها میکنن هم به واسطه مواد مخدر یک مافیای اقتصادی برای خودشون درست کردن و هم میتونن از این در جهت کارتل های مواد مخدر در جهت کارهای تروریستی بهره بگیرن، مثل کاری که منصور ارباب سیار و غلام رضا شکویی کردن در مورد کاری که میخواستن با سفیر عربستان در امریکا بکنن که فعلا الان وزیر امور خارجه شده احمد الجبیر. اینها یک کارتل مواد مخدر مکزیکی بود که اینها نفوذ کردن توش، خب یک مأمور نفوذی FBI بود اینا رو شناسایی کرد، خب به هر حال دستگیر شدن. خب آقای شکویی فرار کرد اومد ایران، ولی آقای ارباب سیار گرفتن و اعترافات رسما اعتراف کرد که من افسر سپاه قدسم، این برنامه‌ها رو ما داریم اجرا می‌کنیم. اینا چیزایی نیست که الان آقای ارباب سیار حبس اول در امریکاست، در زندانه. آقای شکویی فرار کرد به ایران. ببینید من بهتر اینجا شما رو نگه می‌دارم. این بحثی هم که پس در سال‌های اخیر به این جدیت مطرحه که ایران به دنبال این هست که برخی از عوامل زندانی خودش رو در ایران، در آمریکا، حتی شده با مبادله با برخی چهره‌های امریکایی تبار که در ایران در زندان هستند عوض کنه، از همینجا سرچشمه میگیره. یعنی این افراد افرادی نیستن که تحریم ها رو دور زده باشن، افرادی هستند که به صورت پیدا و پنهان در
برخی از موارد دارای اطلاعاتی هستن که میتونه به افشای ابعاد چنین حضور نظامی و اقتصادی پنهانی در آمریکای جنوبی در واقع شهادت بده، درسته؟ 100% همینطوره. ببینید اینها کسانی هستن که خیلیاشون الان میگن اینها دور زدن تحریم ها رو و مثلا میخواستن اسلحه بخرن، پولشویی کردن مثلا، ولی در واقع کار اصلی اینها توزیع مواد مخدر بوده. ببینید آقای دکتر آقا زمانی، 2600 به ارقام توجه بفرمایید، 2600 میلیارد دلار گردش مالی سالیانه مواد مخدر در جهان هست که 600 میلیارد دلارش سود خالصه، سود خالص و سریع بدون هیچ گونه خطری. وقتی دولتی پشتش باشه هیچ خطری وجود نداره. اگر محمول کوچیکی هم لو بره خب بالاخره اینقدر رقم و حجم بالاست. ببینید سال گذشته 60 تن هروئین فقط اینا از طریق آذربایجان صادر کردن. شما تصور کنید که یک گرم هروئین در مرز افغانستان و ایران که وقتی تبدیل میشه به هروئین خشخاشش چقدر هست؟ 100 برابر میشه یک گرم هروئین در اروپا و امریکا. این کاری که هست که اینها دارن میکنن، یعنی یک کاری که دارن خیلی قشنگ این کارو میکنن. میلیاردها میلیارد دلار اینا درآمد خالص دارن. لبنان برای جمهوری اسلامی ایران مهمه به خاطر اینکه از اون توسط حزب الله لبنان، حزب الله لبنان یکی از کارهای فرعی که میکنه ایجاد ناامنی برای اسرائیل. شما فکر میکنید که مثلا اسرائیل از وجود جمهوری اسلامی ایران سود نبرده؟ بسیار سود برده، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اقتصادی، همه هم میدونن، حالا جاش تو این برنامه نیست. اینها همه بازیایی که اینا روی صحنه میکنن. بازی اصلی بازی مافیای مواد مخدر در جهانه که سرشاخه اصلی مواد مخدر در جهان ایران هست. حالا به مبحث شیشه خواهیم رسید، به مبحث آقای مرتضی رضایی خواهیم رسید. یعنی واقعا ابعادی که سپاه قدس داره کار میکنه، شما هرچی که تا حالا راجع به فساد در انتظامی شنیدید و نمیدونم سپاه پاسداران قرارگاه خاتم الانبیا اینا اصلا فراموش کنید. اینا در مقابل کاری که اینا میکنن حکم به قول معروف پول خورد داره. آقای دکتر ایرایی عزیزم، یه نامهایی مثل آقای قاسم سلیمانی، آقای عزیز جعفری و از این افرادی که به حال سمت‌های رسمی در ساختار اداری و نظامی سپاه پاسداران دارن برای مردم شناخته شده است، ولی اشاره شما به نامی مثل مرتضی رضایی که الان اشاره میکنید، شاید من خودم به عنوان یکی که در زمینه رسانه فعال هستم کمتر با چنین نامی برخورد میکنم یا اسامی از این دست. این افراد کیان و کجا خودشون رو پنهان میکنن و چه اسناد و مدارکی ازشون وجود داره و آیا این آقای مرتضی رضایی تنها نمونه است یا افرادی مثل او در این ساختار زیادن؟ اینها بالا دست امثال سلیمانی قرار میگیرن یا زیر دست امثال سلیمانی قرار میگیرن؟ اینها بالا دست آقای خامنه ای قرار میگیرن. ببینید یک از این افراد زیاد هستن، ولی مشخصا آقای مرتضی رضایی کسیه که بهش در سپاه میگن سردار بدون تصویر، سردار بدون چهره. ببینید از سال 58 ایشون یکی از رفقای بسیار بسیار صمیمی آقای محسن سازگار است. من همینجا عرض کنم کسانی بودن که در به اصطلاح به وجود اومدن سپاه پاسداران نقش اساسی داشتن به همراه خیلی دیگه، ولی اینا از این و البیری و پسر منتظر اینا کسانی بودن که خیلی اصلی بودن. مرتضی رضایی یک مقطع کوتاهی هم یه عکسی از جوونیش منسوب به ایشون هست که ثابت نشده مال اینه، که فرمانده سپاه شده در یک مقطعی از سال 58 تا سال 60 سپاه فرمانده های زیادی عوض کرد، حتی خود خامنه ای هم یه مدت کوتاهی فرمانده سپاه شد. اما آقای این مرتضی رضایی مدت کوتاهی شد و بعد خیلی جالبه از سال 59-60 که جنگ ایران و عراق شروع میشه ایشون یه دفعه غیبش میزنه، هیچ جایی به هیچ عنوان اسمی از آقای به نام محسن مرتضی رضایی وجود نداره، هیچ جا شما ردی پیدا نمیکنید تا سال 1372. سال 1372 ایشون میشه رئیس، طبق حکمی که از خامنه میگیره، رئیس حفاظت و اطلاع و امور امنیتی سپاه پاسداران. حکم به ایشون میدن، یه دفعه ایشون پیداش میشه. جالبه بدونید حکم، ببینید حالا من اینو عرض کنم خدمتتون، محسن رضایی که فرمانده سپاه بود همه میدونن، تمام نظامیایی که اون در جنگ بودن چه ارتشی ها چه نظام، یک فرد بسیار بی‌لیاقت، بی‌تدبیر، بی‌سواد و اصلا هیچ فهم و درک نظامی نداره. تمام خرابکاری هایی هم که در دوران جنگ شد مسئول مستقیمش، یکی از مسئول مستقیمش این آقای محسن رضایی، یک آدمی که نظر ذریب هوشی واقعا در بین ارتشی ها میگن
شاید در حد خیلی پایینی، واقعا هیچ سواد و شعوری نداره. اما از نظر نظامی عرض میکنم آقای محسن، این مرتضی رضایی خود خامنه ای از این دل خیلی خوشی نداشت به واسطه بی‌لیاقتی‌هاش، باید هم به خاطر گرایشی که به رفسنجانی پیدا کرد. به توصیه مرتضی رضایی بود که محسن رضایی برکنار شد. خامنه ای خواست ایشون رو بکنه، خود مرتضی رضایی رو بکنه فرمانده سپاه، ایشون قبول نکرد، گفت من پشت پرده نقش مرد در سایه رو بازی میکنم برای برنامه های دیگه. خامنه ای قبول کرد، صفوی شد فرمانده سپاه، و بعد به توصیه مرتضی رضایی صفوی سلیمانی رو کرد فرمانده سپاه قدس. حالا کاری که آقای محسن آقای مرتضی رضایی کرده، ایشون از سال 72 که میشه رئیس حفاظت اطلاعات، به اصطلاح که میدونید حفاظت اطلاعات سپاه از وزارت اطلاعات بسیار بسیار قدرتمند و قوی تر و بالاتره به لحاظ همه چی، یعنی وزارت اطلاعات زیر نظر ایناست، یعنی قوی تر از اینا نیست، با توجه به اینکه وزیر اطلاعات مشخصا خود خامنه ای انتخاب میکنه، ولی حفاظت اطلاعات سپاه کار دیگه ای میکنه. اما سال 85 دوباره این سردار بدون چهره از پرده میاد بیرون، تلویزیون جمهوری اسلامی در اخبار سراسری تلویزیون حکم خامنه ای رو میخونه که این جانب نظر به لیاقت و شایستگی های شما، شما رو میکنم فرمانده جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران. اما جالبه در هنگام پخش اخبار و حکم ایشون هیچ عکسی از ایشون یا هیچ مصاحبه از ایشون در تلویزیون نشون داده یا پخش نمیشه، همچنان ایشون فقط یک اسمه. کاری که این آقا کرده تیتروار خدمتتون بگم، برای هر دونش حالا توضیح خواهم داد، قاچاق خرما، خرمای عراق، قاچاق نفت عراق در زمان تحریم ها، جعل دینار تقلبی. عذر میخوام، این قاچاق نفت عراق در زمان تحریم ها برمیگرده به زمان استیلای حزب بسط و صدام حسین، درسته؟ دقیقا زمانی که عراق تحریم بود، نفت در برابر غذا. ایشون کاری که کرد با اودای حسین، پسر صدام حسین که کشته شد در سال 2003 در بمباران نیروهای امریکایی، ایشون آشنایی پیدا کرد و به واسطه یک، حالا بماند به واسطه که داستانهای زیادی هست، ولی آشنایی که ایشون داشت مشخص شده، ارتباط داشت ایشون با این آقا، یعنی فرماندهی که فرماندهی در سایه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست با پسر رئیس جمهور سابق عراق یعنی صدام حسین که دشمن شماره یک کشور و ملت ما بوده و متاسفانه 8 سال در جنگ با ایران هزاران هزار جوان ایرانی به وسیله سربازان او و بی‌لیاقتی البته مقامات نظامی ایران کشته شدند، دستشون در یک کاسه است؟ دقیقاً این فاجعه است. نه ببین الان عرض میکنم، ببینید همون زمان هم نیروهای امریکایی و رسانه‌ها اعلام کردن که عراق تحریم‌های سازمان ملل و نفت و غذا رو دور می‌زنه. امریکایی‌ها می‌دونستن، ولی خب حالا به منافع و سیاست‌هایی که بود واکنش نشون نمی‌دادن. حالا جای تفسیرش اینجا نیست. اما کاری که واقعیت انجام شد، اینها درآمدهای نجومی پیدا کرد سپاه قدس توسط آقای محسن امین مرتضی رضایی به واسطه استفاده از کشتی‌هایی که ایران داشت، جمهوری اسلامی داشت، و اینها نفت عراق رو میگرفتن و میبردن میفروختن، یه پول جزئی به عراق میدادن چون به هر حال اونها احتیاج داشتن، باز بعضی هیچی بود، هر چی که بهشون، به قسمت اعظم رو اینها برای خودشون برمی داشتن، خرج کارهای تروریستی میکردن. درآمدهای نجومی این آقا اونجا پیدا کرد برای سپاه قدس، این که درآمد پیدا کرد ایشون تو جیب خودش به تنهایی که نمیذاره، اینا مجموعه این که این سیستم این پولا رو میخوره. ولی کار دیگه که ایشون کرد همون زمان با آقای اودای حسین، اون موقع دو سوم خرمای جهان رو عراق تولید میکرد که میدونید مرغوب ترین خرما رو هم داره، ایشون انحصار رو گرفته بود آقای مرتضی رضایی از طریق امارات، این میرفت امارات، از طریق امارات میرفت به آلمان برای کارخونه های مشروب فروشی، اونجا این خرما به فروش میرفت به کارخونه های مشروب فروشی آلمان که خب چند تاش هم لو رفت، ولی خب به هر حال طبق اون چیزی که اینا به اصطلاح سند سازی میکردند، ولی بالاخره مشخص شد که کار کجاست، پورسانت که میدادن به عراق و یه پورس و یه سهمی که از پورسانتی که از اون کارخونه مشروب فروشی در آلمان میگرفتن، اینها مواد شیمیایی برای تحصیلات شیمیایی خریدن و وارد جمهوری اسلامی کردن، یه سری به تجهیزاتی و دو منظوره برای برنامه‌های اتمیشون خریدن که وارد کردن. این کاری بود که این آقا میکرد. ببینید کار دیگه که ایشون کرد، قاچاق سوخت از ایران به
عراق، به تاجیکستان، پاکستان، ارمنستان، کشورهای اطراف توسط سه تا سردار سپاه قدس. یکیش سردار مسعود پور عزیزی بود که فرمانده پشتیبانی و لوجستیکی سپاه پاسداران بود که میدونید یکی از کارهایی که پشتیبانی میکنه سوخت برای نیروهای سگانه سپاه تامین میکردن، هوایی، دریایی، زمینی، چون سوخت دست این آقا بود. اینها این سوخت رو، البته این کار کوچیکش بود، این کار خیلی مهمی نبوده، ولی خب همینا میلیاردها به اصطلاح منفعت برای اینا داشته، ولی این سوخت رو قاچاق میکردن به خارج از کشور. یکی دیگه که باش کار میکرد سردار مسعود بگزاده بود که بعدا فرار کرد، با این آقا دعوا شد، اختلاف پیدا کرد، ترس جونش فرار کرد و اومد در امریکا، در یکی از این تلویزیون های امریکایی هم صحبت میکرد، یه برنامه داشت در قالب اپوزیسیون ظاهر شد، یه برنامه داشت به نام گارد ملی در یکی از تلویزیون هایی که الان در لس آنجلس هست، آقای بگزاده. و بعد یکی دیگه به نام نادر فلاح. نادر فلاح و پور عزیزی اختلاف پیدا کردن با این آقا سر مسائل مالی، جفتشون رفتن زندان. نادر فلاح چون خیلی اطلاعات داشت، خود این آقا سنت‌سازی کرد، یه وثیقه براش گذاشتن که بیاد بیرون. اومد بیرون، اهل بندر پهلوی بود، تو جاده بندر پهلوی لاستیک ماشینش کنده شد و کشته شد. یعنی در یه حادثه تصادف یا صحنه‌سازی بود؟ 100% صحنه‌سازی، مشخص بود. چون این نادر فلاح و پور عزیزی هر دو بچه بندر پهلوی همشهری و هم محلی بودن، جفت اینا تو زندان بودن به خاطر اختلافی که با آقای رضایی داشتن، چون اطلاعات زیاد داشتن. این به این صورت کشت. آقای پور عزیزی هم در جابجایی بین زندان حشمتیه، پادگان حشمتی که زندان سپاه بود و ارتش، به زندان اوین مفقود الاثر شد، هیچ اثری دیگه ازش نیست. یکی از فرماندهان عالی رتبه نیروی دریای ایران هم این مسئله قاچاق نفت رو میدونست، ایشون هم ناپدید شد. خب معلومه چه به سرش اومد. یعنی این افراد کسانی بودن که میتونستن به صورت فردی شهادت بدن به عنوان کسانی که از ریز رویدادهای قاچاق سوخت در ایران مطلع بودن. سوخت و خیلی چیزای دیگه، خیلی کارهای دیگه. حالا در مورد کاری که آقای سلیمانی و آقای ربیعی رئیس دفترشون که سرداران سپاه قدس کرده و ناپدید شدن کسی به نام سید آیت موسوی هم حالا صحبت خواهم کرد که اون هم به چه سرنوشتی دچار شد، چه جوری کشته شد. درست. در سال 1185. اما مشخصا کاری که آقای مرتضی رضایی کرد و میکنه هنوز هم هست، جعل دینارهای عراقی بود در جاده قدیم شمرون، چاپخونه بود، اینا دینار چاپ میکردن و خب درآمدهای نجومی داشتن. یکی دیگه از کارهایی که این آقا میکنه قاچاق عتیق جات و آثار باستانی هست. اینها گروههایی درست میکنن تحت عنوان مرمت آثار باستانی، مناطق و حفاظت شده اعلام میکنن، محصور میکنن که ما داریم تعمیر میکنیم، نیروهای سپاه رو میزنن، بعد در این قالب کند و کاف میکنن، میکنن، با خیال راحت میکشن بیرون اجناس رو و صادر میکنن به کشور خارجی. و خب درآمدهای واقعا نجومی از این قاچاق عتیق جات و آثار باستانی ایران دارن. متاسفانه حالا این مسئله مالیش به کنار، شما فکر کنید چه ضربه بزرگی از نظر تاریخ و میراث فرهنگی کشور ما هست. یعنی اینا واقعا به زیر زمین، روی زمین، طبیعت، به هیچ چی این کشور واقعا رحم نکردن، همه چی رو تاراج کردن. یکی از کار دیگه هم که ایشون میکنه این مسئله است. کار مهمتری که ایشون میکنه تجارت مواد مخدر هست. ایشون در زمانی که به اصطلاح طالبان اومد روی کار، با فرماندهان طالبان از طریق آقای سلیمانی ارتباط پیدا میکنه، مواد مخدر رو از جنوب پاکستان به دریای عمان و بعد به خلیج فارس ترانزیت میکنن، خیلی راحت یک سریش رو آب معامله میکردن، حتی با کارتل های بزرگ مواد مخدر در امریکای جنوبی. اینا خیلی راحت این کارو میکنن. کاری که الان کردن امریکای جنوبی رو کردن حیات خلوت خودشون به واسطه مواد مخدر، چون میدونید کارتل های مواد مخدر توی مکزیک، توی آرژانتین، اینا تو برزیل، اینا حرف اول میزنن، دولت تعیین میکنن، سیستم عوض میکنن. تمام این کارتل های بزرگ مواد مخدر، اینها همه زیر مجموعه های سپاه قدس، سپاه پاسداران ایران هستن در حال حاضر. ایران هست، جمهوری اسلامی ایران هست که اونجا حرف اول رو میزنه. حجم عظیم 600 میلیارد بودجه ایران چقدر؟ شما فکر کنید 600 میلیارد دلار سود خالص مواد مخدر در جهانه. شما فکر کنید دو سوم این که بیشتر از این هست فقط سهم سپاه قدس بشه، چه درآمد نجومی خواهد بود؟
300 400 میلیارد دلار در یک سال کمه، تازه این فقط مواد مخدرشه. آقای دکتریایی من معذرت میخوام، اینجا تا در بحث آمریکای جنوبی هستیم، این نکته است که خیلی به ذهن من متبادر میشه که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ما شاهد افزایش سیاست توجه به کشورهای آمریکای لاتین بودیم، سفرهای مکرری بین رؤسای جمهور ایران، ونزوئلا، بولیوی، ارتباط تنگاتنگی با رئیس جمهور سابق کشور آرژانتین، کشور برزیل برقرار شد و ایران سرمایه گذاری بسیار هنگفتی در تولید خانه های مسکونی و پروژه های ساختمانی در کشور نیکاراگوا کرد که تعجب خیلی ها رو برانگیخت، که البته اون زمان گفتن شاید به دلیل خریدن رأی کشور نیکاراگوا در شورای امنیت ملی سازمان ملل باشه. آیا فکر میکنید رابطه بین سیاست خارجی دوستی محور با آمریکای لاتین در دولت محمود احمدی نژاد و این سیاست ها در سپاه و نیروی قدس سپاه پاسداران وجود داشته؟ 100% همینطوره. ببینید این مسئله مواد مخدر، اصلا این صحبت این چیزا نیست. ببینید نفت یه روز تحریمه، یه روز بالا میره، یه روز پایین میاد، یه روز میبندن، یه روز قیمتش میشه 40 دلار، یه روز 100 دلار. پولی نیست که ایران بتونه روش خیلی حساب بکنه، یعنی هزینه های نظامی ایران رو کفاف بده. اصل قضیه تجارت مواد مخدر هست، از طریق مواد مخدر و تجارت و سود خالصی که اینها یک دفعه به دست میارنه که این کارا رو اداره میکنن، و الا نفت خب یه روز مشکل پیدا میکنه یه روز نمیکنه. اصل قضیه در کشورهای امریکای جنوبی مواد مخدر هست. اینا دو تا پروژه رو دنبال میکنن، یکی پروژه اقتصادی هست، یکی پروژه به اصطلاح به لحاظ سوغل جیشی اونجا پایگاه دارن. ببینید عزیز جعفری فرمانده سپاه چند وقت پیش مصاحبه کرد، گفت ما یه خبرنگار ازش پرسید که شما برنامه ندارید برای ساخت زیردریایی؟ گفت ما زیردریایی کلاسیک به دردمون نمیخوره، ما زیردریایی های کوچیک که زیر سطح حرکت بکنن، کاری که قایقای تندرو در سطح انجام میدن اینا در زیر آب انجام میدن، اینا خیلی بهتر به کار ما میان. خب برای چی این کارو میکنن؟ دو علت. یکی حمل و نقل مواد مخدر هست زیر سطحی‌های کوچیک، یکی در مواقع مختزی میتونن تو اینا مواد مفجره بزنن به هر نقطه‌ای که بخوان تو سواحل امریکا حمله بکنن. یعنی این چیزیه که خود امریکایی‌ها هم میدونن، منتها به لحاظی که اینا خیلی اسمش هم گذاشتن جنگ‌های غیر متقارن. آقای عزیز جعفری در به کررات تو مصاحبهش از این مسئله استفاده کرده و میکنه، از این لغت، این کاری که اینا دارن میکنن. یعنی بعد به واسطه کارتل های مواد مخدر اینا حالت نوچه برای جمهوری اسلامی پیدا کردن، اینا میتونن هر کاری رو بکنن، میتونن خیلی ترور بکنن، ترور هم جنبه سیاسی پیدا نمیکنه، میگن آقا یک گروه مواد مخدر رفت زد یه نفر رو کشت. ببینید یعنی درسته که آخر سر مشخص خواهد شد، سرویس اطلاعاتی مشخص می‌کنه، ولی حالا بالاخره زیر بار که نمیرن، مستقیما گیر نمیافتن، یه قاچاقچی مکزیکی مثلا میره فلان کسو میکشه. خب این کاری که الان در واقع جمهوری اسلامی داره میکنه، ببینید در سال 92 مسئله قاچاق شیشه، میگه در سال 2010 سازمان های مواد مخدر در کشور آسیایی در 35 نشستی که داشتن رسما اعلام کردن که ایران بزرگترین و مهمترین قاچاق کننده و صادر کننده شیشه در جهان. شما ببینید چند وقت پیش تو مالزی گروهی رو گرفتن، دیدن که از طریق سوریه و اندونزی 12.5 میلیون دلار شیشه وارد کرده بودن، 8 خانوم چادری. خب شما حساب بکنید، اینا از ایران اومده بود بیرون، شما حساب بکنید 12.5 میلیون دلار شیشه از طریق فرودگاه با قول معروف امام خمینی که دست سپاه قدسه چجوری خارج میشه؟ یعنی میشه بدونه اینی که مثلا ردشو نگیرن بتونن خارج کنن؟ خب مشخصه خودشون خارج کردن. اینجاست که الان شما میبینید که سپاه قدس و سپاه پاسداران چرا فرودگاه ها رو تحت حفاظت خودش گرفته که هر کاری دلش میخواد بکنه. فکر میکنن که خب مثلا یکیش هواپیمای ماهانه، یکیش ایران ای، بیشتر سهام ایرانه من در اختیار سپاه قرار گرفته، هواپیمای آسمان در اختیار سپاه قرار گرفته، هواپیمای ماهان که اصلا مال سپاه قدسه. اینا از این شما فکر میکنید 60% مواد مخدری که از ایران خارج میشه طریق هواییه، چجوری میشه یه دفعه مثلا
50 کیلو شیشه رو فروشگاه ایران که خودتون میدونید یعنی یک مورچه نمیتونه رد بشه، اینقدر کنترل شدیده، چجوری یه دفعه میشه 80 کیلو شیشه میاد بیرون در یک مرحله؟ مشخصه 400 نفر الان تو ایران ایرانی تو مالزی در زندانه به خود جرم قاچاق مواد مخدر و عمدتاً شیشه. اینا رو کی خارج میکنه؟ خود سپاه خود از طریق مبانی. آقای دکتر ایریایی اینجا یه نکته برای من خیلی مسئله سازه. ببینید یه بخش عمده ای از این قاچاق بایستی در نهایت به اروپا به عنوان بزرگترین بازار مصرف مواد مخدر برسه که بیشترین حجم اون سودی هم که شما بهش اشاره کردید رو تأمین میکنه و پس از اون امریکا و حالا این امریکا که میگیم منظورم مرزهای جغرافیایی ایالات متحده آمریکا نیست، مجموعه قاره آمریکا از جنوب تا شمال، چه در کشورهای تولید کننده مثل مثلث سبز چه در سایر نقاط این کشور از مرزهای کانادا از قاره از کانادا گرفته تا شیلی و آرژانتین، ولی ما شاهد این هستیم که در بسیاری از کشورهای اروپایی که خب قاعدتا روابط خوبی هم با جمهوری اسلامی نداشتند پیش از این، دستگیری صورت نمیگیره یا مواردی از افشای این عوامل جمهوری اسلامی صورت نمیگیره. آیا در این زمینه تدابیری اندیشیده شده، رایزنی‌هایی شده، اتفاقاتی افتاده، یا اینکه اساساً در اون مرزها کسان غیر ایرانی مشغول به فعالیتن؟ چطور قضیه؟ ببینید عرض کردم خدمتتون 74% خشخاش دنیا در افغانستان هست که از طریق ایران سپاه صادر میکنه، ولی توجه داشته باشید اینها هر وقتی که حجم بالا هست کم کم این حجمو کم میکنن، خوردش میکنن، به عوامل زیر دست میرسونن. اونها هستن که به پادوی اینها و خورده فروش اینها خواهند بود. در نتیجه اون سرشاخهای اصلی کمتر گیر میفتن. خب آقای مثلا مرتضی رضایی که خودش نمیاد که تا به اون دست واسطه‌ای که برسه که در اروپا مثلا این جنس و عمده مثلا میپوشه، فرض یک تن هروئین دستش میرسه، این از 5 تا 6 تا کانال رد شده، 5 تا 6 تا به قول معروف خریدار عوض شده. در نتیجه اون چیزی که اگر هم لو بره یک مثلا یک شخص با یک ملیت مثلا نیکاراگوئه لو میره یا مکزیکی لو میره، باندای اینطوری، ولی این اون کسی که به قول معروف سرچشمه است سپاه قدس ایرانه که از طریق ایران صادر میکنه. الان من متوجه شدم، یعنی این تدبیر اینگونه است که اینها این محصولات رو میفرستن به سوریه یا به حزب الله، از حزب الله این محصولات هزینه میخوره میره به کشورهای آمریکای جنوبی، بعد از اونجا دوباره برمیگرده به اروپا، یعنی این مسیر مستقیمی از ایران به اروپا نداره، ده ها دست عوض میکنه، درسته؟ دقیقا همینطوره. ببین مثلا گفتم 130 کیلویی که هروئین گرفتن در سال 88-89 این از رفته بود به نیجریه، اینا 10 تا 5 تا مسیر عوض میکنن. بعد خب علتی که شما فکر کنید یک گرم هروئین تا برسه به اروپا 100 برابر قیمت پیدا میکنه چی هست؟ خب از دلالهای مختلف و دستهای مختلف رد میشه، اما اون سرشاخه اصلی جمهوری اسلامی ایران و سپاه قدسه. به خاطر همین هم هست که این قیمت هی میره بالا. هر دستی که این وسط به قول معروف رابطه این کار هست 1% برای خودش سود برمیداره. ببینید تو سال 2012 در کنگره امریکا یه لایحه به عنوان قانون مقابله با ایران در نیمکره غربی توسط سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده تصویب شد. این قانون چیه؟ گفته که نیروی قدس ایران به منظور توسعه و ترویج روابط با عاملان و مأمورا در سفارتخونه های خودش و مؤسسات خیریه و نهادهای دینی و فرهنگیش مواد مخدر به اصطلاح رد میکنه و وارد میکنه. کاری که میکنه قاچاق مواد مخدر، جعل، تقلب، پولشویی و امثال هم. خب خود پلیس دایره مواد مخدر امریکا ابراز نگرانی کرده و گفته ما میدونیم نیروهای قدس با حزب الله لبنان دارن این کارو میکنن. خب اینا تدابیر بسیار پیچیده به کار میگیرن. آقای دکتر زمانی اینجوری است که مثلا از ایران مثلا آقای مرتضی رضایی به ایکس مواد بده، اون ایکس بیاد بده به ایگرک، ایگرک بیاد مستقیم بفروشه به واسطه 10 تا 15 دست این عوض میکنه، مسیر عوض میکنه، گاهن چند تا مسیر رو رفت و برگشت میکنن که رد گم کنن. همینجور کولای برگشتی رو هم همینطور هستش. آقای دکتر ما وقت زیادی تا پایان برنامه‌مون نمونده، فکر می‌کنم ابعاد این رفتارها علل خصوص روی شخصیتی مانند مرتضی رضایی که سالهاست در پرده پنهان بوده نیاز به برنامه دیگری هم خواهد داشت که حتما در مجموعه نیمه پنهان ابعاد چهره‌های
غیر معروف سپاه و اینها رو در برنامه دیگری حتما به اتفاق شما باز میکنم. اما در برنامه امشب دو نکته اساسی رو شما مورد توجه قرار دادید، یکی همکاری نزدیک برخی از افراد عالی رتبه در سپاه پاسداران با خانواده صدام حسین به عنوان یکی از شناخته ترین شده ترین دشمنان مردم ایران، و یکی هم بحث قاچاق سازمان یافته مواد مخدر. تا اکنون آیا نهادها، سازمانهای بین المللی، دولتی، مدافعین حقوق بشر یا مجامعی مانند دیوان لاهه یا دادستانی های جهانی، آیا پرونده ای رو بر علیه این مقامات در این خصوص مستقیما باز کردند یا خیر؟ تا اونجا که من میدونم یکی آقای باغبانی بود که براش پرونده تشکیل شده، یکی آقای آقاجانی براش پرونده تشکیل شده، یکی رضا یوسف نجات که بالای 300 دستگاه اتوبوس داره در پوشش ساده به اصطلاح تورهای زیارتی به سوریه و عراق، این با این 300 تا اتوبوسش مواد مخدر رد میکنه. تمام اینها پوشش هست. دو سوم این زائرایی که به این کشورها میرن به عنوان زیارت قاچاقچیای مواد مخدر و افسران آلودگی سپاه قدس هستن که با خانواده هاشون میرن. برای این آقای یوسف نجات فکر میکنم پرونده تشکیل شده. ولی جناب دکتر آقازمانی، ببینید به واسطه مسائلی که خب به هر حال این کشورهای غربی خودتون شاهد هستید این روزا دیگه که چه اتفاقی داره میفته. اینها تا وقتی یک دولت سر کار هست در یک کشوری که مثل ایران، به هر حال متاسفانه چشمشون رو به خیلی از مسائل میبندن و خیلی از مسائل به واسطه مسائل سیاسی شاید علنی نکنن. یه چیزی دارم که علنی میشه به واسطه آزاد بودن مطبوعات در کشورهای غربی هست. ولی خود دولت‌ها من فکر می‌کنم خیلی وقتا نمی‌خوان که به این مسائل دامن زده بشه به دلایل متعدد که حالا جاش اینجا نیست و خودتون بهتر می‌دونید. ولی این چیزی هم که نشت می‌کنه از این اطلاعات بیشتر به واسطه وجود خبرنگاران مستقل، رسانه‌های آزاد، همون چیزی که تو کشور ما متأسفانه هیچ گونه اثری ازش نیست، اینها در خارج از کشور به اصطلاح فاش میشه. ولی توجه داشته باشید که اینها افرادی هستن بسیار باهوش، بسیار زرنگ و حرفه‌ای و افراد بسیار بسیار حرفه‌ای از خارج از کشور در ملیت‌های مختلف با اینها کار میکنن. اینجوری نیست شما فکر کنید اینا مش آدمایی هستن که خب بی تجربه‌ن یا مثلا بلد نیستن، استاد این کارن، واقعا واردن تو این زمینه و خب کارشون رو خیلی خوب بلدن. ولی مطمئن باشید روزی که پرده بر بیفته و روزی که این جمهوری ننگین از کشور ما بره، تمام این پرونده ها فاش خواهد شد دونه به دونه و کسانی که این کارا رو کردن به دونه به دونه فاش خواهد شد که کیا بودن. همین الان من خدمتتون عرض کنم جناب دکتر آقازمانی، 300 تا کارگاه شیشه فقط در سردشت کردستان سپاه باز کرده، 300 آشپزخونه که شیشه تولید میکنن. گفته بودن مقامات آذربایجان شوروی، آذربایجان روس شوروی قدیم ها، آذربایجان گفته بودن که شیشه‌ای که متخصصین آزمایش کردن، شیشه ایران به لحاظ کیفیت به هیچ عنوان کار یک گروه نمیتونه باشه. مشخص یک تیم عظیم عملیاتی متخصص شیمی پزشک تو این زمینه دارن کار میکنن که به این کیفیت بالا شیشه رو تولید میکنن. و خیلی جالبه گروه هایی که اینا رو از مرز ایران خارج میکنن گروه های نظامی هستند که اینا دوربین های دیده در شب دارن، اصلا نمیشه باشون طرف شد. یک گروه هایی که اگر مامورین مرزی با اینا طرف بشن، یعنی مشخصه اینا یه ارتشن، یعنی یک گروه قاچاقچی نیست به لحاظ تجهیزات و تسلیحاتی که اینا دارن. اینا مشخصه که دیگه از کجا داره میاد. ولی خب بالاخره من امیدوارم که یک روزی این فجایعی که اینا دارن میکنن، یکی دیگه از کارهایی که اینها دارن میکنن، اینا چندین منظور سود ببرن. آقای دکتر آقازمانی، ببینید قاچاق مواد مخدر یک نفع دیگه هم که برای اینها داره در داخل کشور این هستش که به عنوان قاچاقچی میتونن خیلی راحت اعدام بکنن. بسیاری از فعالین سیاسی در قالب قاچاقچی اعدام میکنن و بعدم با حجم بالای اعدام به واسطه اینکه بگن خب ما داریم قاچاقچی اعدام میکنیم، اولا اون قباحت اعدام و اون مسئله رو شکستن در انظار عمومی دیگه. خب خیلی راحت امروز 20 تا قاچاقچی اعدام شدن، 15 تا قاچاقچی دیگه، کسی رو در افکار عمومی ایران شاید به قول معروف خیلی قلقلک نده این تعداد بالای آمار اعدام. متاسفانه همینطوره آقای دکتر ایریایی عزیزم. و بعد آخرین سوالی که من امشب میخوام با شما مطرح کنم، وقتی نام میاریم از برخی مدیران شناخته شده یا ناشناس در چارچوب فعالیت‌های نظامی، نمیشه توقع داشت که این اتفاقاتی باشه که از چشم رهبران سیاسی هم دور مانده باشه. آیا شما
خط و ربطی از رهبران عالی رتبه سیاسی ایران مانند علی خامنه ای، اکبر هاشمی یا دیگر چهره‌های شناخته شده در چارچوب نظام سیاسی ایران و خصوصا روحانیون رو هم در این زمینه دخیل میدونید یا نه؟ 100%. ببینید، شک نکنید که آقای رفسنجانی یکی از کسانی که به شدت پشت این قضیه است. به واسطه هواپیمایی ماهان، میبینید که هواپیمایی ماهان، حالا بحث خود ماهان یک فکر من به برنامه خاص بخواد خودش، ماهان کسی که الان بالا سر ماهان نشسته آقای مرعشی که از سهامداران عمدهش، در واقع ظاهر قضیه است تمام سهام مال خانواده رفسنجانی است. آقای مرعشی پسر عموی خانم آقای رفسنجانیه و ایشون به قول معروف نقش هنرپیشه روی سن رو بازی میکنه، ولی در واقع پشت پرده این قضایا شرکت هواپیمایی ماهان. شما حساب بکنید آقای دکتر آزمون، خیلی جالبه، من میگن 1000 فامیل 10000 فامیل. آقای مرعشی کسی بوده که جزء ستاد انتخابات میرحسین موسوی بوده، یک سال بعد از 88 تا 89 میره زندان، میاد بیرون، هنوز ماهان رو داره که مال سپاه قدسه و مال رفسنجانیه. در ظاهر دو تا قطب متضاد هم، آقای رفسنجانی و سپاه قدس، ولی نه دارن مشترکن واسه یه هدف کار میکنن. در سطح کلان مشخصه اینا همه بازیه، اینا در سطح کلان همه با هم هستن. آقای خامنه ای هم رسما پشت این قضیه هست چون سود بسیار کلانی براشون داره. بقیه اینها پادوان مثل روحانی و اینا، ببخشید من عرض میکنم، یک کسانی هستن که صرفا یک حالت دلغکای خیمه شب بازی روی سن رو دارن. آقای دکتر فرصت خیلی کوتاهی داریم، ولی یک سوال بسیار مهم، وقتی اسم علی خامنه ای مطرح میشه در سالهای اخیر، این نام با نام فرزند او مشتبه خامنه ای پیوند تنگاتنگی در رفتارهای مافیایی خورده، آیا فکر میکنید اصلا یا مدارکی باشه که نشون بده مشتبه خامنه ای هم در این امور دخالت داره؟ 100%. اینها ببینید جناب دکتر آقازمانی، آقای حجازی، آقای تیمسار حقانی، دستگردی، پسر مجدب خامنه ای، خود خامنه ای، پسر رفسنجانی، اینها همه مشترکاً تو این مسائل دست دارن، با هم هستن. اگر هم وقتی که مشکلی پیش میاد سر تضاد منافع مادیشونه و بعد در سطح کلان به قول معروف آقای خامنه ای گفت کشش نمیده و با هم باز کنار میان، ولی مشخصاً یک مافیای عظیم یک پارچه پشت این قضیه هست. شما ببینید همین مرعشی با یه تز فکری، میرحسین موسوی کجا، مرعشی کجا، گروه اصلاح طلب کجا، سردار سلیمانی کجا، اینا همه دارن با هم کار میکنن. یعنی اون اصلاح طلبش، اون اصولگراش، اینا همه در سطح کلان همه یک مجموعه یک پارچه هستن، همه در این جنایت دزدی، قتل، غارت برای ملت ایران و منطقه و جهان، همه با هم دستش توی کاسه است. اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب نداره، همه یکی هستن. ممنونم جناب آقای دکتر امیر حسین مهدی ریایی که از نروژ همراه من بودید در این نیمه پنهان. بحث های دیگری رو در زمینه دخالت نظامیان ایران در اقتصاد قطعا در مجموعه نیمه پنهان در برنامه های آتی همراه با شما خواهیم بود. سپاسگزارم، از شما در خدمتون هستم.